کیف پایتخت اوکراین همچنان در معرض حملات روسیه است و نظامیان روس در دومین روز عملیات خود وارد این شهر شدند. دیمیتری کولوبا وزیر خارجه اوکراین گفته موشک‌های روسیه در کیف فرود می‌آیند و آخرین باری که اوکراین چنین شرایطی را تجربه کرد زمانی بود که توسط آلمان نازی مورد حمله قرار گرفت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قصد دارد دولت اوکراین را از قدرت کنار بگذارد و رژیم مورد قبول خود را سر کار بیاورد. حملات اخیر که تاکنون ده‌ها کشته بر جای گذاشته، بزرگترین جنگ زمینی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. در نخستین روز نیروهای روس اقدام به بمباران شهرها و پایگاه‌های نظامی اوکراین کردند و ساعاتی بعد کنترل نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل هم به دست روسیه افتاد. هم اکنون بسیاری از شهروندان اوکراین در حال ترک محل زندگیشان هستند و سازمان ملل میگوید حدود 100 هزار نفر در اوکراین آواره شدند و هزاران نفر هم به کشورهای دیگر پناه بردند. نیروهای روس از صبح پنجشنبه از شرق، شمال و جنوب وارد اوکراین شدند و مقامات روسیه میگویند این اقدام برای حفاظت از غیر نظامیان شرق اوکراین است. رهبران اتحادیه اروپا درباره اعمال تحریم علیه روسیه به توافق رسیدند و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم گفته تحریم‌های شدید اقتصادی علیه روسیه در راهند. ولادیمیر زلینسکی رئیس جمهور اوکراین وضعیت جنگی اعلام کرده و تمام روابط دیپلماتیک اوکراین با روسیه را قطع کرده است. او گفته ما به تنهایی در حال دفاع از اوکراین هستیم و کشورهای قدرتمند از مسافتی بسیار دور در حال تماشای ما هستند. پوتین روز گذشته به کشورهای دیگر هشدار داد هر گونه دخالت آنها در بحران اوکراین منجر به تبعاتی می شود که تاکنون مانند آن را ندیدند. حالا اوکراین می گوید آماده مذاکره بدون پیش شرط است و روسیه هم احتمال آغاز مذاکره را رد نکرده. اما فعلا سایه روسیه بر سر اوکراین سنگینی می کند.